این هفته خم کردن گوشی، شکستن گوشی و رقصیدن با گوشی. سال که میشه ما بار و بندیلمون رو جمع میکنیم و به زیارت بزرگترین رویداد موبایل میریم، کنگره جهانی موبایل در بارسلون. همه این ویترینا پر شدن از مستطیل های درخشانی که در کل کم و بیش مشابه همند، حداقل در نگاه اول. من همین الانم هر کاری که دلم بخواد میتونم با گوشی فعلیم انجام بدم. آیا بزرگتر کردن نمایشگر یا پرقدرت‌تر کردن دوربین میتونه منو قانع کنه که گوشیمو عوض کنم، یه گوشی جدید بگیرم؟ شاید آره، شاید هم نه. دو تا از بزرگترین نام‌های تجاری یعنی اپل و سامسونگ فروششون کاهش پیدا کرده. اما وقتی پای نوآوری‌هایی مثل 5G و نمایشگر تاشو به میون میاد، قیمت‌ها گریه آدمو در میارن و آدم میخواد خون گریه کنه. هواوی از گوشی میت ایکس با نمایشگر 8 اینچی امولد رو نمایی کرد. لحظه تا شدن این دستگاه بسیار هیجان انگیز بود. نمایشگرش باریک‌تر از نمونه رقیبش یعنی سامسونگه که این شرکت بهش افتخار میکنه. بیشتر ادوات این گوشی در لبه کناریش مستقر شدن. با توجه به اعلام نشدن تاریخ ارزش به بازار، این گوشی حس یک دستگاه مفهومی رو بادم میده. اما در لحظه کوتاه در دست گرفتند به نظر یکم سنگین می اومد. اما اگه از تصور داشتن یکم فضای بیشتر روی گوشی خوشتون میاد و دنبال یه چیز تا شدنی نیستید، LG یه دونه دو نمایشگرشو داره. گرچه دارن اون رو به عنوان یک دونه دستگاه میفروشن، اما در واقع یک قاب گوشیه که نمایشگر دومم جزء بشه و بهتون امکانش رو میده که مثلا یک صفحه کنترلی برای بازی داشته باشید یا حتی کار ساده تری انجام بدید، مثل ارسال موقعیت جغرافیایی خودتون به دوستتون با پیامک، اونم در حالی که هر دو اپ باز هستن. جالبش اینه که میتونم وقتی که دارم عکس سلفی میگیرم توی نمایشگر سمت راست ببینم که چه جوریه، مثلا چه جستی دارم میگم. وقتی که عکسو گرفتم در نمایشگر سمت چپ پریویوشو تماشا کنم. اما اگه دوست ندارید برای گوشی ناقابل چند هزار دلار به سلفید، بریم سراغ یک مورد دیگه. با توجه به اینکه هر کی دوست داره با امکاناتی که دوربینش داره یک ژانگولر بزنه، این روزا پشت گوشی ها رو با لنزهای متعدد مرصع میکنن. نوکیا 9 پیور ویو تو این یک مورد واقعا سنگ تموم گذاشته با 5 دوربین، 2 تا عدسی رنگی و 3 تا تک رنگ یا مونوکروم که همشون با هم هماهنگ شدن تا عکسی بگیرن که بشه بعدن نقطه فوکوسش رو تغییر داد. بعضی دستگاه ها این کار رو با کمک دوربین عمق سنج انجام میدن، اما همیشه دقیق نیست. به هدف کوچکتر کردن ناچ یا بریدگی نمایشگره. همین نوار سیاه بالای گوشی که مانع از فراگیر شدن نمایشگر تا لبه بالایی شده. سامسونگ و هواوی این کار رو با تعبیه کفره روی نمایشگر انجام دادن، کاری که باقی تولید کنندگان هم احتمالاً ازش دنبال روی خواهند کرد. نمونه دیگه‌ای که نشون میده برای شرکت‌های بزرگ از رقبا جلو موندن چقدر سخته، رقبایی مثل وان پلاس. برای مثال این آخرین گوشی است که شرکت چینی وان پلاس داده. این برند، این شرکت معمولاً محصولاتش رو برای بازار غرب تولید میکنه. همه امکاناتی که رقباش دارن، رقبای گرونترش دارن رو این داره. برای مثال نمایشگر لبه به لبه، امکان تشخیص چهره و همینطور امکان باز کردن قفل گوشی با اثر انگشت از روی نمایشگر. اما این به جای حسگر فراصوت یا اولتراساند پیشرفته که در آخرین مدل گالکسی S10 به کار رفته، از یک حسگر نوری استفاده میکنه. I do believe this is what you have been waiting for. Oppo's first 5G smartphone. با توجه به اینکه بازار در از گوشی‌های شبیه به هم لبریز میشه، نبرد بین تولید کنندگان به سرعت در مسیر افزایش امکانات گوشی به پیش خواهد رفت.
دومین نسخه هولولنز مایکروسافت اینجا خیلی سر و صدا کرد. این از هولولنز قبلی یه مقدار سبک‌تره، اما در این حال حجیم‌تر هم است. بذار امتحان کنم ببینم تجربه که میتونم باهاش حس کنم چیه. بعد از تنظیمات اولیه من وارد کار ساختمونی شدم، البته از نوع واقعیت ترکیبی. در طول زمانم تا حرکت کنم و ببینم که ساختمون چجوری ساخته میشه. مثلا در ماه آوریل. به روز رسانه شامل بهبود نمایشگر، دو برابر شدن دامنه دید، افزودن فرمان صوتی و ژست‌های دقیق‌تر دسته. بهتون امکان میده اون چه در دنیای مجازی میبینید رو بکشید، بچرخونید یا جابجا کنید. کاری در حد و دقت نواختن پیانو. Or I can play the keys one at a time. این محصول هنوز در اختیار کاربران معمولی نیست. با قیمت $3,500 برای اهل فن درست شده و پیش نمایش هم در همین راستا طراحی شدند. وقتی که با دکمه ها کار میکنی، دکمه ها رو قشنگ میشه گرفت و وقتی دستت بیاد که چجوری باهاش کار کنی خیلی راحته و خیلی تجربه جالبیه. مایکروسافت چیزی راجع به نسخه ارزون‌تر نگفته، اما شایع شده هولولنز 3 قرار راهش رو به خونه های مردم باز کنه. این هفته هواوی اعلام کرد به خاطر منع استفاده از محصولاتش در نهادهای فدرال از دولت آمریکا شکایت میکنه. این تولید کننده چینی گفته هیچ شاهدی مبنی بر تایید این ادعا ارائه نشده و هر گونه ارتباط با دولت چین رو هم تکذیب کرده. ولوو از یک اتوبوس خودران 12 متری در سنگاپور رونمایی کرد. این اتوبوس قراره که در چند جاده همگانی آزمایش بشه. انتظار میره این خودرو به کاهش ترافیک و آلودگی کمک کنه. هرچند کمکی به استخدام راننده نمی‌کنه. این هفته همینطور یک دست روباتیک با بازخورد لمسی معرفی شد. هدف شرکت شادو ربات اینه که با تقلید حرکات فرد از راه دور به او امکان بده هر کجا که باشه حس لامسه رو منتقل کنه. بعد از اینکه یک باگ باعث از کار افتادن پلی استیشن 4 شد، سونی گفت حاضر پول خریداران گیم انتم رو پس بده. جریان این بود که پس از راه اندازی دستگاه به کاربر هشدار میداد که اگر این اتفاق دوباره بیفته ممکنه حافظه دستگاه صدمه ببینه. شرکت بایوور سازنده بازی اعلام کرده که داره به شدت برای رفع مشکل تلاش میکنه. و در پایان این هم رباتی که میتونه ملق بزنه. مینی چیتای ساخت MIT میتونه در هر جهتی حرکت کنه، اونم دو برابر سرعت عادی راه رفتن انسان. سازندگانش ادعا میکنن که این ربات 9 کیلویی تقریبا خراب نشدنیه. حالا چی میشد یک کلم براش طراحی میکردن؟ هیاهوی زندگی در کابل، یکی از شلوغ‌ترین و ناامن‌ترین پایتخت‌های جهان. زیر پوست شهر هر لحظه میزبان یک اتفاق است و هر آن صحنه یک تراژدی دیگر. وحشت زندگی در کابل را پشت این دیوارهای بلند امنیتی در تنگنا قرار داده. از ترس انفجار و آدمربایی و صدها رویداد جنایی. این طرف دیوارها اما تعداد دنبال راه و چاره افتادند تا به جای بلند کردن دیوارهای امنیتی با کمک فناوری نو دیوارهای ایمنی مجازی ایجاد کنند. در این نقطه ما در حالت خطر است. درک یگانه کمپانی تعقیب کننده GPS و سافت‌ویر افغانی داخلی می باشد. یکی از اپلیکیشن هایی که طراحی کردند برای جلوگیری از دزدی خود روست. اپلیکیشن با کمک GPS و حسگرهای هوشمندی که در در و پنجره و سیستم داخلی ماشین نصب می شود می تواند برای خودرو محوطه سبز یا مسموم طرح کند. در سیستم نوتیفیکیشن به و در صورتی که کسی غیر از صاحبش آن را جابجا کند، برق و سوخت ماشین به طور خودکار و یا کنترل از راه دور متوقف می شود و از کار می افتد. برای پیاده کردن نقشه کابل از گوگل کمک گرفتند. اما مشکل اصلی
تنها دزدی خودرو نیست. در کنار سایر مشکلات در افغانستان، آدم‌ربایی به یکی از چالش‌های اساسی پایتخت‌نشین‌ها تبدیل شده. اما این گروه روی نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های کار می‌کنند که می‌تونه به کمک این دستگاه کوچک و یک سیم کارت عادی کار کنه و جان افراد نجات بده. اپلیکیشن درک در کابل نسخه‌ای هم برای مسئولیت خبرنگاران و جلوگیری از کودک‌ربایی طراحی کرده که عمده مشتریانش سازمان‌ها، سرمایه‌داران و تاجران افغان و اعضای دولتند. این دیوایس سیم کارت می‌خوره با طفل در کمربند یک جای مخفی نصب میشه، در حالت خطر میتونه ساس بتن کلیک کنه و با 3-4 نمبری که داره با اپلیکیشن نوتیفیکیشن ایمرجنسی می که طفل در کجا هم رای خطر روبروست. میشه بگین کارایی از اینا در زندگی روزمره افغان ها چی است؟ چون طفل کنترل نمیشه بگویم که مثل موتر بند شوه، خب میشه بگویم موقعیت دقیقش برام معلوم شوه که تا کجا برده و اگر بعد از اون جی پی اس از کشیده شوه و انداخته شوه موقعیت اخیری برام نشان میده و هم رای سیستم صداش که دیوایس رکورد میکنه برام توضیح میده. موانع عمده سر راه شما چی است؟ معمولا ادارات هم هست که از ما درخواست داره که ما دیتا با او شریک کنیم و یا هم مشکلاتی هست که مردم زیاد با اینترنت و چیزو تانوز دسترسی نداره نظر به امری که ما داریم و یا هم آگاهی مردم است و در مجموع تانوز تکنولوژی چیزی که باید می بود در افغانستان تا وقت او ذهنیت تانوز عام نشده. کسایی هست که در این بخش ها زیاد نمی خواهی به تکنولوژی رشد کنه، در سکتور دولتی خصوصی زیاد معانی را ایجاد میکنه. شما اطلاعات زیادی را روی سرورهای خود ذخیره میکنین و طوری که مشنیدم یک تعداد افراد یا نهادها خواستن که به اطلاعات دسترسی داشته باشن، جواب شما برای اونها چی بوده؟ خود چون ما برای حریم شخصی پالیسی خاص داریم و از اینکه مردم بتونن از سرویس ما استفاده کنن چند لول سکیوریتی دارم، به می خاطر یک کسی نمیتونه بدون اجازه اداره، بدون اجازه مشتری ما با اطلاعات اطلاعات یک کس عادی مشتری عادی به یک کس دیگه شریک کنه. درک استفاده از آن بین 1 تا 10 دلار در ماه هزینه دارد، در حال حاضر 6000 مشتری دارد. یاب در افغانستان طراحی شده و در کنار یونیورسال اید و سیف زون و چند اپ دیگه در سالهای اخیر در کابل خدمات امنیتی میده. اما در شهری با جرایم زیاد جنایی مثل کابل، این اپلیکیشن ها بدون همکاری نیروهای امنیتی و پلیس در خیلی از موارد کارایی چندانی ندارند. سازندگان همین اپ میگویند که 90% به همکاری پلیس نیاز دارند، چون اگر محل خودرو یا کودک پیدا کنند و تشخیص بدن، برگرداندنش از چنگال آدم ربایان و دزدان در موارد حتی از توان پلیس هم خارج است. اما دور از دنیای آدم ربایی و ردیابی، کابلی ها اپ ها را برای کارهای روزمره هم استفاده میکنند. این روزها خرید آنلاین به ویژه به کمک فیسبوک در کابل بسیار جا افتاده و شرکت های زیادی اجناسشان را به کمک امکان بازار مجازی فیسبوک میفروشند. اما اپ های مستقلی هم طراحی شده که برای دادن سفارش استفاده میشه، چیز شبیه اوبر ایتس یا دلیورو در کشورهای غربی، اما به سبک کابل که هم غذا میشه سفارش داد هم مواد خوراکی. یکیشان زود زود است. این یک اپلیکیشن بسیار ساده برای گوشی های هوشمند است که فهرست بلند بالایی از رستوران ها را در خود داره که من اگر بخوایم غذای سفارش بدم باید در قدم اول برم نام رستوران را پیدا کنم و مرحله بعدی انتخاب غذاست که من به طور مثال حالا میخوایم پکوره انتخاب کنم با منتو و بعد میرم به مرحله بعدی که مقدار پولیست که باید بپردازم و در صفحه آخر باید شماره تلفن خود اضافه کنم و آدرس خود که از کجا به کجا باید به من غذا برسانن. اپلیکیشن در مرحله بعد یک سفارش به مرکز کنترل اپ میفرسته و یکی هم به رستوران. اپ به کمک اینترنت، موقعیت یاب، نقشه گوگل و سیم کارت محلی کار میکنه. در قلب کابل این رستوران منتو میپزه. غذای هوسانه لذیذ از خمیر و سبزی و گوشت. همزمان موتوری شرکت انتقال غذا با کمک اپ دیگه‌ای که داره را میفته دنبال غذا تا غذا را از رستوران تحویل بگیره و دم در خانه سفارش دهنده تحویل بده. ایده نامگذاری زود زود از ماجرای یک شکم گرسنه و یک تجربه شخصی میآید. خاطر ما می بود که ما در جاده میوان زندگی میکردم و اونجا رستوران تا دلیوری نمیکرد، بخصوص از طرف شاو.
ساحات دلیوری رستورانت ها بسیار محدود بود، تا 2 کیلومتری 3 کیلومتری دلیوری میکرد و ما میره احساس کردم که یک سرویس باشه که به تمام شهر دلیوری کنه و همی مشکل همشهریان ما رفع. اما کابل شهری بزرگ است و زود زود و اکثر رستوران ها در تمام شهر شعبه ندارن و خیلی وقتها وقتی مشتری غذای سفارش میده تا غذا به مقصد میرسه سرد میشه و از دهن میفته. نگرانی امنیتی برای هر بزنس میتونه مشکل ایجاد کنه و بر از هر لحاظ، هم از لحاظ زندگی کردن و هم از لحاظ کاربار میتونه مشکل ایجاد کنه. طبعا استفاده از این خدمات زیاد آسان هم نیست. شما هم باید یک گوشی هوشمند داشته باشین و هم پول اضافه پرداخت کنین. برای انتقال سفارش ها زود زود پولی از رستوران ها میگیره و 50 افغانی یعنی کمی بیش از نیم دلار از سفارش دهنده. این امکانات برای هر کسی در کابل میسر نیست و 50 افغانی هم میتونه برای بعضی ها در این شهر پول یک وعده غذا باشه. اما این اپ ها مشتریان خاص خود دارن. به دلیل نبود نظام آدرس‌یابی درست در کابل، زود زود مجبور است نشانی فعلی اپ را با عنوان محل تحویل سفارش انتخاب کند. و این یعنی خدمات مکانیاب دستگاه شما باید همیشه روشن باشه. اگر بخواین آدرس هم تغییر بدین، یا باید یادداشت بگذارین و یا هم دوباره به مرکز مشتریان اپ تماس بگیرین که کار کمی دشوار میکنن. مشکل دیگه مسئله امنیت کاربران است. اگر کسی بتونه به سرور این خدمات رخ نکنه، میتونه امنیت کاربران را با تهدید روبرو کنه. و این نه تنها در مورد درک و زودسود، که برای سایر اپ ها مثل اپ سفارش تاکسی و اپ راهنمای شهر کابل هم صدق میکنه. برگردیم به آرسنال، جایی که امسال هم عبارت 5G از در و دیوار میبارید. امسال اما به نظر میرسه این فناوری دیگه خیلی به بهره برداری نزدیک شده. چند گوشی 5G امسال قراره وارد بازار بشن، اما 5G بیشتر از این که چیزی برای ارتباط سریع بشه، برای اتصال چیزایی که قبلا هرگز به اینترنت وصل نبودن. غرفه‌های نمایشگاه پر از ایده هایی که تصوری از آینده این فناوری به دست میدن. رباتی که میتونه در هر لحظه حرکات راهبرش رو تقلید کنه. تصور کنید این در شرایطی اتفاق میفته که اونا هزاران کیلومتر از هم دور باشن. و این همون همکاریه که 5G بعدش میده. با به سر گذاشتن عینک های واقعیت افزوده میتونید در فضای سه‌بعدی ارتباط برقرار کنید، اما بدون ارتباط مداومی که 5G براتون فراهم میکنه این تجربه ممکنه کامل نباشه. این گیم دو نفره برای پیشنمایش اینه که ببینیم 5G چه امکاناتی رو در اختیار ما قرار میده. علاوه بر اینکه صدا و تصویر رو میتونه به سرعت بین دو نقطه منتقل بکنه، در این حال یک بازخورد یا فیدبک لمسی رو از طریق این قلم میشه دید که داره به سرعت منتقل میکنه. ما دو نفر مثلا در دو نقطه مختلف هستیم و داریم با هم دیگه این گیم رو بازی میکنیم تا بتونیم با همکاری همدیگه این معما رو، این پازل رو، این جورچین رو حلش کنیم. و این در واقع میتونه قدرت واقعیت افزوده رو نشون بده. ما همین حالا هم از واقعیت افزوده روی دستگاهمون استفاده میکنیم. برای مثال امکان تشخیص تصویر عکس هامون رو بهتر میکنه. این بازی ساده نشون میده دستگاهمون با چه سرعتی میتونن اشیا رو در یک عکس تشخیص بدن. If you pull it all together with 5G, اگه همه اینا با نسل پنجم کار کنن، یهو دستگاهی با کارایی خیلی خیلی بالا پیدا می‌کنین که با تأخیر خیلی کمی به کلاود وصله. این یعنی با توجه به شرایط و محلی که توش قرار دارید، میتونید پاسخ خیلی سریعی دریافت کنید و در نتیجه این شیوه کار دستگاه شما و اینکه باهاش میتونید چه کارهایی رو انجام بدید عوض میکنه. به طور مثال اگر شما برای دویدن میرین بیرون، گوشیتون حالا نه تنها میتونه تمرین برنامه ریزی شده براتون ترتیب بده، بلکه حتی میتونه همینطور که دارین میدوین بر اساس وضعیت بدنتون تمرینتون بده. نسل پنجم شاید شیوه ارتباط ما با گوشیامون رو یک کم شخصی تر کنه، اما در ابعادی وسیع تر میتونه زیرساخت کل رفت و آمدها رو در پیرامون ما دگرگون کنه. اینجا بخشی از منطقه میلبروک پرووایدینگ گرانده.
که خودروها و قطعاتشون رو آزمایش میکنن، اما حالا اینجا تبدیل شده به محلی برای تمرین نسل پنجم و تأثیرش روی ماشین‌های خودران و متصل. هرچند هنوز باید از نسل چهارم استفاده کرد، اما بقیه آزمایش ها برای ردگیری حرکات و تعاملات به کمک شبکه نسل پنجم صورت میگیره. اینجا دارن اون چه رو که میتونه در آینده ترافیک رو کنترل و امن کنه بازسازی میکنند. امروزه به بعضی از خودروها سیم کارت میخوره. این میتونه در قالب الگوریتم ها به برقراری ارتباط بین حسگراشون کمک کنه. به نظرم مسئله کلیدی اینه که چطور میتونید با استفاده از داده ها زندگی رو برای کاربران آسان تر کنید. و این مسئله‌ای که اینجا بهش فکر میکنن. میتونیم طوری کار کنیم که خودرو به اینترنت وصل باشه؟ میتونیم مطمئن باشیم که داریم داده ها رو منتقل میکنیم؟ میتونیم در فضا و محیط امن این کار رو انجام بدیم تا خود داده ها در امان باشن؟ میتونیم مطمئن باشیم که ارتباط خود خودروها با هم امن باشه و در مقابل حوادث غیر قابل پیش بینی هم امن باشن؟ مشخصه اصلی نسل پنجم یا 5G یعنی تأخیر کم که به ویژه برای حمل و نقل و حین حرکت خودروها حیاتیه. این مکلارن با سرعت 260 کیلومتر بر ساعت در حرکته. در یک شعاع 200 متری خودروها میتونن به صورت بی سیم همدیگر رو ردگیری کنند. در مقایسه با شرایط واقعی تعداد خودروهای اینجا خیلی کمه. ما داریم در مورد همه خودروهایی که توی همه جاده‌ها در حرکتند صحبت می‌کنیم که کار خیلی بزرگیه. وقتی از میلیون‌ها دستگاه موجود در هر کیلومتر مربع حرف می‌زنیم که به هم وصلن، وقتی از خودروها، خونه‌ها، خیابون‌ها، بیمارستان‌ها و کارخانه‌ها حرف می‌زنیم، چیزی که اینجا ازش استفاده خواهیم کرد فناوری محاسبات موازی و پردازش موازی سیگنال هاست. با این حساب با تعداد زیادی واحد پردازش روبرویم که دارن به موازات هم محاسبات بی‌نهایت زیادی رو در کمترین زمان انجام می‌دن. در حوزه هوش مصنوعی موقعی که درباره کارایی خودکارسازی یا اتوماسیون 5G حرف می‌زنیم، وقتی ربات‌ها و دستگاه‌ها به اینترنت وصلن، هوش مصنوعی نقش خیلی مهمی داره. در زمینه فهم این که دستگاه‌ها چه کار باید می‌کردن یا چه کار باید بکنن و همینطور پیش‌بینی کاراییشون در آینده. اما اگه همه خودروها در جاده‌ها با اتکا به شبکه موبایل کار کنند، اگه شبکه از کار بیفته چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کاری که ما به عنوان اپراتور موبایل میتونیم انجام بدیم اینه که مراقب شبکه باشیم. قبلا تجربه ای از قطع شبکه رو با یکی از شرکامون داشتیم. ما همواره سعی میکنیم ببینیم چطور میشه مطمئن شد که شبکه‌مون در آینده انعطاف‌پذیرتر باشه. به نظر من نکته دیگه اینه که باید خود خودروها هم از نظر اتکا به شبکه منعطف‌تر باشن. البته پیش از این که به مرحله کاملا خودکار برسیم، نسل پنجم میتونه در شبکه قطار و جاده ها اطلاعات دقیق تری در اختیار بگذاره. ما بر پایه تجربه‌مون برای تهیه گزارش شهر هوشمند می‌دونیم که در شبکه قطار حسگرهایی که برای پیشگیری از مشکلات و برنامه‌ریزی برای تعمیر در خطوط آهن به کار می‌رن، می‌تونن از 440 میلیون مورد هدر رفت کارایی جلوگیری کنن. یعنی به ازای هر مسافر سالانه زمانی حدود 2.5 ساعت صرفه‌جویی میشه. بعد در جاده‌ها داشتن یک سامانه 5G مدیریت جاده می‌تونه موجب کاهش 10% اتلاف وقت در ترافیک بشه و این برای 5 میلیون و 600 هزار مسافر توی جاده‌ها صرفه‌جویی عظیمیه. خب برگردیم به کنگره جهانی موبایل و چند تا گوشی رو بررسی کنیم. این گوشی هوشمند AGM A9ه. همه چیزهایی که از یک گوشی امروزی انتظار دارید رو داره. شارژ سریع، شناسایی با اثر انگشت و نمایشگر بزرگ و خیلی هم محکمه. این گوشی مال کاربران عادی نیست. طراحی شده تا در سخت‌ترین شرایط هم دووم بیاره. در واقع سازندش ادعا کرده این گوشی غیر قابل شکستنه. AGM میگه گوشیش میتونه از پس شرایط سخت بر بیاد، مثلا شوت کردن مثل توپ فوتبال. ما ازشون پرسیدیم از پس چکشم بر میاد. جواب مثبت بود. اما خب خیلی طول نکشید که خلافش ثابت بشه. ولی اگه بخوایم منصف باشیم باید بگیم احتمالاً برای تحمل چکش طراحی نشده. داشتن گواهی تایید نظامی یعنی گوشی میتونه در شرایط خیلی سخت دووم بیاره. یعنی ضد آب، ضد ضربه است و ضد گرد و خاک. ولی خب انگار ضد چکش نیست.
این گوشی که انرژایزر داده اسمش هست پاور مکس P18K 18000، واقعا شبیه یک آجره، بیشتر شبیه اینه که یک پاور بانک رو روش یک نمایشگر گذاشته باشند و واقعا چیز محکمی. آدم فکر میکنه اگه بخوره به یکی واقعا میتونه بهش آسیب برسونه، واقعا میتونه بهش آسیب برسونه. یکی از امکانات جالبش اینه که وقتی میخوای سلفی بگیری، دوربین سلفی از بالای این گوشی بیرون میزنه. خود انرژایزر میگه که باهاش میشه 2 روز ویدیو تماشا کرد، 100 ساعت موسیقی گوش کرد، 90 ساعت صحبت کرد و در حالت استندبای 50 روز روشن میمونه و نیاز به شارژ نداره. اسم این گوشی از پانکت. نظرتون درباره این گوشی چیه؟ امکانات خیلی زیادی نداره. میتونید باش مکالمه داشته باشید و پیامک بفرستید و دریافت کنید و البته همه اینا با فناوری 4G کار میکنه. معنیش اینه که میتونید ازش به عنوان یک هاتسپات استفاده کنید تا کارهای دیگر رو با لپتاپتون مثلا انجام بدید. عمر باتریش 270 ساعته. مثل بلکبری امنه و حدود $400 قیمتشه. شرکت سازندش پیشبینی میکنه خریدارانش کسانی باشند که یه گوشی هوشمند دارند ولی دوست دارند بعضی اوقات از هیاهوی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دور باشند. برنامه ما همینجا به پایان میرسه. از کنگره جهانی موبایل در بارسلون تکرارش رو میتونید تو وبسایت ما ببینید. به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب بی‌بی‌سی فارسی میتونید تماشاش کنید. برنامه قبلی هم اونجا هستند. با ما در تماس باشید، البته نه از طریق این تلفن، از طریق ایمیل persianclick@bbc.co.uk و همطور از طریق توییتر باشناسید persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.